ببین میتوانی بمانی بمانی هیچ رای نیست ببین میتوانی به بچهات نگاه کن تو تازه 18 سالته ببین میتوانی بمانی بمانی سفره رو مادر داره با دست شکست جمع میکنه ببین میتوانی بمانی بمان عزیزم تو خیلی جوانی بمان تو هم مثل من نیمه جانی بمان زمین گیر من آسمانی بمان اگر می شود می توانی بمان ببین می توانی بمانی همه روزه بخونن خوبه ببین می توانی بمانی بمان ببین می توانی عزیزم تو خیلی جوانی تو نیلوفران ترین یاس شهر وجود تو کانون احساس شهر دعاگوی هر قدر نشناس شهر نکش دست از دست دستاس شهر نباشی چه آبی چه نانی بمان چه شد با علی هم سفر ماندنت داد بزنید هر کی گفت چرا داد میزنی بگو آخه مادر ما 18 سال بیشتر نداشت چه شد با علی هم سفر ماندنت چه شد پای حرف پدر ماندنت چه شد ماجرای سپر ماندنت پس از غصه پشت در ماندنت ندارد علی هم زبانی بمان ببین میتوانی بمانی بمان همه حسرت زندگی ما رو میخوردن باید بری برای علی بی تو بد می شود بدون تو غم بی عدد می شود نرو که غرورم لگد می شود و این سقف سنگ لحد می شود تو باید غمم را بدانی بمان چرا عشق را آبرو می کنیم آخه مگه چی شده چرا چادرت را رفو می کنیم چرا استخوان در گلو می کنیم
چرا مرگ را آرزو میکنی؟ چه کم دارد این زندگانی به ما؟ بمان بمان بمان، ممنونم اگر نروی، میمیرم اگر بروی، زهرا نرو نرو. این سخن پیچید هر جا، مرتضی افتاد از پا. فاطمه جان شرمندتم، بابا دستتون تو دست من گذاشت، آمدی قامت کشیده، میروی قامت خمیده. چه کم دارد این زندگانی به من؟ نرو الهی بمیرم پرت سوخته. راحت گریه کنید، من راحت میخونم. عمون ندید تو گریه، روزه مادر رو گرم کنید تو حرم امام رضا. الهی بمیرم پرت سوخته، دلم با دل دخترت سوخته. آخه تو که نیمی از مجرت سوخته، بگو محسنم در برت سوخته. تو یک کوه آتش فشانی بمان، ببین میتوانی بمانی؟ بمان. آخه یا امام رضا، این یه بندشو باید بگم که دیگه بعضی ها نگن افسانه شهادت. بمیرم که آتش به گیسوت خورد، و تیزی در هم به پهلوت خورد. آخه و دست کسی نیز بر روت خود. اگر چه نگاهم به تابوت خورد، اگر راه دارد بمانی بمان. داشت گریه میکرد، این روزه را هدیه میکنم به بانوان کشورم، اونا فیض ببرن. داشت گریه میکرد، چه گریه ای؟ اسما سوال کرد، بی بی جان درد داریم، از درد گذشتیم، برای چی دارین اینطوری ناله میزنین؟ گریتون خیلی عجیب و شدیده. الله اکبر. فرمود نگرانم، میخوان منو ببرن، حجم بدنم تو کفن معلوم باشه.
الله اکبر. حالا بماند دیگه چیزی از فاطمه نمونده. یه بدن خمیده پوست روی استخوان کشیده، حالا تازه میخوان شب دفن کنن، جمعیتی هم نمیان، میترسم حجم بدنم معلوم بشه. اونا که باید میگرفتن گرفتن، ادامش اسما عرض داشت. بی بی جان در حبشه که بودین، اگه میخواستن کسی رو تشییع کنن یه تابوت درست میکردن. چطور؟ یه چند تا چوب جارو برد اسما، کنار هم گذاشت با نخ به هم بست، یه تابوت کوچکی درست کرد، دورشم پارچه بست. عرضه داشت خانوم این تابوته، یه مرتبه دید بی بی لبخندی زد، خیالم راحت شد. شاید فرموده باشن اسما دست به این نزن، علی بیاد ببینه یه دونه از اینا برامن درست کنه. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. مادر 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 مادر. همه صدا بزنن مادرشونو تو حرم امام رضا، بگو ای مادر 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 مادر. قربون تشی جنازه غریبونت مادر.